به نام خداوند بزرگ و مهربان سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شما بیننده های عزیز ما که همی لحظه ها بیننده برنامه درمان هستند ان که هر کجایی هستند جور و و سر حال باشین و تا این لحظه هفته تان را به خوبی و خوشی سپری کرده باشین در برنامه درمان این هفته هم داشته های خیلی جالبه داریم که تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد در این قسمت از برنامه هم می خواهیم صحبت بکنیم روی یکی از موضوعات بسیار مهم در رابطه به سنگ گرده یا هم سنگ کلیه که تعداد زیاد از هموطنان ما از دردهای سنگ گرده شکایت دارند. ای که دلیل ایجاد سنگ های گرده چی هست و ما چطور میتونیم که رژیم غذایی سالم داشته باشیم؟ آیا قابل پیشگیری هست و یا خیر؟ تمام این نکته ها را میخواییم صحبت بکنیم با دکتر صاحب شایب شبان معالج امراض داخله که همین لحظه با ما هستند. بسیار خوش آمدین دکتر وقتتان بخیر. تشکر. سلام خدمت شما و دوستای عزیز ما. و امیدوار هستم که جور ساعتمند باشین ببینین سنگ کلیه یا سنگ گرده اونمو رسوباتی هست که در کلیه ها یا در گرده ها ایجاد میشه معمولا در اثر عدم توازن بین اسید و املاحی که در کلیه ها هست و باید اینا فیلتر شوه و از طریق ادرار دفع شوه نمیشه بنا اینا رسوب میکنه و باعث ایجاد سنگ های کلیه یا گرده میشه ببینید دوستای عزیز ما وطنان عزیز کلیه ها یا گرده ها وظیفه عزیز داره که مایات و حتی سموم و حتی مایات اضافی را و غذایی را که ما میخوریم مایاتی را که ما میگیریم می مواد اساسی و معدنیش را جذب بکنه و مواد زاید یا سموم یا زهر را توسط ادرار فلتر بکنه و توسط ادرار خارج بکنه و دفع بکنه <applause> اما یک زمان است که ما با محیط سر و کار داریم با انواع و اقسام مواد غذایی سر و کار داریم و یک زمان است که ما با عدم توازن غذایی مواجه میشیم اینمی نمک ها و کلسیم و, و املا و اسید هایی که باید به با بدن ما و شما طبق اصول اصلی جذب شود و اینا رو سوپ میکنه بح. و در نهایت آیستا است تشکیل سنگ گرده ها یا کلیه ها را میکنه بح. در تمام سینین اتفاق میفته و در نزد خانم ها و آقایان در هر دو جنس اتفاق میفته بیشتر میگن در نزد آقایان بیشتر هست و اینا هم دلایل مختلف داره حالا خوب... میشه دکتر صاحب روی اسباب و علتهای علت های ایجاد سنگ های گرده صحبت بکنین که کدام فاکتورها میتونه در قسمت ایجاد سنگ گرده نقش داشته باشه آیا رژیم غذایی رو رول داره در این قسمت بله دلایل بسیار زیاد داره دلایل بسیار متعدد داره دلایل داره که حتی ما زیاد برش توجه نکردیم و دلایل اساسی همچنان داره ببینید اگر ما بسیار ابتدایی شروع بکنیم امی عدم گرفتن مایات که بدن ما شما ضرورت داره و مخصوصا در طول روز و در طول ای که ما با یک گرمی مواجه هستیم و بدن ما مایعات را دفع میکنه و ما باید مایات بگیریم نمیگیریم زمانی که مایات کافی به بدن نمیرسه این زمینه ساز از برای تشکیل سنگ های کلسیمی و برای تشکیل سنگ های کلیه در کل پس یک عدم گرفتن مایات کافی در طول روز و دوم حتی گرفتن بعض از مواد غذایی بیش از حد من یک نکته را میخوایم اشاره بکنم بدن ما شما به مواد غذایی مثل کلسیم، پوتاشیم، مگنیزیم و الکترولایت ها و غیره ضرورت داره و یا پروتین ضرورت داره اما بدن ما با تعادل نیازمند است هر زمانی که امی مواد غذایی را که یادآوری کردم از حد طبیعی کم یا از حد طبیعی افزایش پیدا می برای بدن مشکل ساز هست خب گرفتن مواد بیش از حد مم. پروتین باب و موادی که بیش از حد کلسیم داره و ما را از حد طبیعی بیشتر استفاده میکنیم اینا هم میتونه زمین اساس باشه بر تشکیل آها. و دکتر صاحب اکثر موارد هم توصیه میکنن به مردم که شما باید بیشتر از سبزی ها و میوه ها استفاده بکنین آیا استفاده بیش از حد از سبزی هایی که در ترکیبشان مواد مدنی زیاد داره آیا سبب ایجاد سنگ های گرده میشه دقیقاً، شاید دوستای ما به شکل آمیانه بگوین اگر ما هر مواد غذایی را بیش از حد استفاده بکنیم به نفع بدن ما و شما است ولی نکته ما میخوایم اشاره بکنم که هر مواد غذایی را فرموده خود شما بیشتر سبزیجات و بعضی از شکلات یا شیرینی ها هستند که در ترکیبشان مواد اگزالات و مواد دارند که در حقیقت زمین اساس برای تشکیل سنگ های کلی هستند اگر ما اینا را بیش از حد استفاده بکنیم اینا هم مشکل ساز هست بله. و زمین اساس بله دکتر صاحب پس کسایی که بیشتر احساس درد می داشته باشند کوشش بکنند که حتما سر وقت نزد دکتر صاحبای متخصص مراجعه بکنن تا مشکلشان زودتر برطرف شود حالا دکتر صاحب در مورد راه های پیشگیری از سنگ گرده صحبت بکنین که با کدام طریقه ها و شیوه ها ما میتونیم گرده های خود را حفاظت بکنیم و از مصاب شدن به سنگ گرده جلوگیری بکنیم بسیار روش های آسان هست اگر ما دقت بکنیم یکی از اون روش ها اگر ما بخوایم واقعا گرده های خود را در کل مجاری ادراری تناسلی را پاک نگاه بکنیم رعایت حفظ فردی و اجتماعی است که بسیار مهم هست. و دوم جلوگیری کردن از هر گونه مداخله باکتری ها و انتانات مورد دیگر دکتر صاحب میخواستم در مورد ورزش پرسان بکنم که ورزش کردن چقدر میتونه در قسمت پیشگیری از سنگ گرده کمک کننده باشه توصیه میشن ورزش در هر بیماری توصیه میشن و مقصا در سنگ های کلیه میگن کسایی که سنگ کلیه دارن و سنگ هایشان خورتر هستن پیشتر اشاره کردم اندازیش اینا برشان ورزش توصیه میشه همراه با نوشیدن مقدار زیاد مایات اینا ورزش های را انجام بتن که معمولا امو سنگ هایی که در هر کجا باشن با گرفتن مقدار مایات زیاد بدون کدام اراز و علایم دف و توسط ادرار خارج شد بسیار خب یک دنیا تشکر دکتر صاحب عزیز بگرامی از که دعوت ما را پذیرفتین و صحبت بسیار مفید و ارزشمندتان با ما بینید عزیز شریک کرده سلامت باشین تشکر از شما ممنون. شما. خوش باشن. سلامت بشن. از شما هم تشکر میکنم بینید های عزیز و مهربان از که بخش مختلف درمان را به خاطر دیدن انتخاب کردیم. وقفی خیلی کوتاه میگیریم در ادامه با بخش های بعدی برنامه باشیم شما بیننده برنامه درمان از شبکه جهانی آریانا هستین در بخش صحت روان قرار داریم و می خواهیم که در رابطه به یکی از موضوعات بسیار مهم صحبت بکنیم چگونه مطالعه موثر و خوب داشته باشیم تا تمام مطالب ذهنشین گردد و تمامش را بتونیم که به حافظه خود بسپاریم یکی از سوالات است که شاید اکثریت متعلمین و معسلین داشته باشند و تعداد زیاد از معسلین هم هستند که همیشه میگن ما بسیار زیاد درس میخوانیم بسیار زیاد کوشش میکنیم ولی نمیتونیم که مطالب و درس های را به خوبی به حافظه خود بسپاریم یکی از کدام روش های موثر باید استفاده بکنیم تمامی این موارد را میخوایم صحبت بکنیم با مهمان خیلی عزیز و گرامی که با ما هستن آقای مجیب اخپلواک روانشناس که در این بخش برنامه مهمان ما هستن بسیار خوش آمدین وقتتان وقت تان بخیر است سلام خدمت شما خدمت بیننده های از تلویزیون آریانا و خوش که همکارتان است بسیار تشکر سلامت باشین از اینکه دعوت ما را پذیرفتین بیشتر متعلمین و معاصلین میگن که ما زیاد درس میخوانیم ولی ما نمیتونیم که درس خود را درست به حافظه خود بسپاریم ما چطور میتونیم که یک مطالب بسیار خوب موثر داشته باشیم تا واقعا ذهن نشین خیلی خوب از این قبل سوال ها و از این دست سوال ها را ما بارها و بارها شاهد بودیم گفتن که وقتی که کتاب میگیرم ما زود خسته میشم کتاب میگیرم سردرد میگیره مرا و هیچ وقتم ذهن نمیشه و به محض که کتاب میگیرم خواب کسل میشم ما به خاطر از این مساله به خاطر این موزل و این بحران بزرگی که دامنگیر محصلین و متعلمین هست و اونا رو دوچار تحصیلی میکنن دوست دارم که از اینجا آغاز بکنم که همیشه فراموش نکنیم که بهترین مطالعه همون مطالعه است که در جریان روز من شما حجم از مطالعات ما را انجام میتیم و شبها وقتی که به خانه میرسیم واگذار نمیکنیم تمام درس های ما را به شب امتحان بله. با یک بارگی یک حجم کسیری را که من و شما بگذاریم به شب امتحان مسلما من و شما در شب امتحان و به خاطر پیشبرد معمول زندگی ما به میزان لازم خواب ضرورت داریم دقیقا یعنی هشت ساعت خواب را که نیاز داریم اگر اونا را ما شب امتحان با بار... یک بارگی سی ساعت میخوابیم فردای از اون روز ما شما توقع زیر نداشته باشیم که بتانیم درخشش لازمه داشته باشیم بناهن فراموش نکنیم که بهترین روش به خاطر اینکه مطالعه خوب داشته باشیم هر روز مکررن مداومن و به شکل استمرار ما مداومت داشته باشیم و همیشه کوشش بکنیم در سر خود طول روزش بخوایم. دوم خاطر از اینکه مطالعه خوب داشته باشیم مطالعات ما رو به سه قسمت تقسیم میکنیم بسیار خوب یک مقدمات برای مطالعه دو جریان مطالعه و سه تفریح یا پایان مطالعه هر زمانی که مطالعه ما رو به سه دسته تقسیم کردیم من و شما میتونیم موفق باشیم حالا بحث مقدمات مطالعه همو اولین مسئله که مطرح میشه تامین نیازهای اولیه و ثانویه و منو اینکه که آدم گرسنه نمیتونه مطالعه خوب بکنه آدمی که تشنه هست نمیتونه مطالعه خوب بکنه اتاقی که بسیار گرم است اونجا ایجاد ایجاب نمیکنه که من و شما مطالعه خوب داشته باشید اتاقی که بسیار سرد است اونجا نمیشه مطالعه که میکنیم در اون اتاق نور به کدام حد است نور کم است یا نور زیاد است بح. روی این ملحوظات من و شما نیازمند ازی هستیم که باید فضای خوبه ام. که هم تأمین نیازهای اولیه در اونجا به نظر افتر شده باشه هم سانویه بنا این ای, ای یک فضا در قدم بعد فراموش نکنیم که یک انسان به لحاظ ذهنی مصروف و معطوف و متمرکز بر یک تا دو تا محرک بوده میتونه نه اینکه ده ها تا محرک در یک جای باشه من شما توقع زیر داشته باشیم که مطالعه خوب بکنیم به این معنا همزبان زبان و مسنجر و ویچت و وایبر و تمامش هم میخواد یک دونه مسدجاشم جواب بده ایموره اما میخوای مطالعه هم بکنه واقعا بعضا ها هستن بله. همچونی کار و تر از که یک دانه گوشکی هم به گوش هست و آهنگ هم گوش میکنه <تصفح> <تصفح> با همچون یک یک راهکاری نمیتونه مطالعه خوب و ایدال داشته باشه واقعا بنان حذف لوازم جانبی موبایل سوئیچ آف میکنیم تلویزیون خاموش میکنیم و فضا آرام میسازیم اتاق خوبی را به خودان انتخاب میکنیم میریم مطالعه میکنیم مسئله دیگه که همیشه از ما پرسان میکنن نصاد کسل و میشم دلیل اساسی شی است که اونا در بستر خوابشون میرن مطالعه میکنن بستر خواب جای استراحت است بستر خواب به خاطر مطالعه کردن خوب نیست مم. و اونجا دیگه بزرگترین پیامی را که به وجود ما دریافت میکنه اینجا که جا جای آرامیدن و استراحت کردن و خوابیدن است بنان کتاب ستار العیوب بر دستانشان اینا دیگه زیاد جواب نمیده بنان این مسائل را فراموش نکنیم که به خاطر داشتن یک مقدمات خوبی به خاطر خواندن مطالعه اینا رو نیاز داریم مسئله دیگه ای که در مقدمات ما جست مطالعه رو باید پیدا بکنیم بعضی از آدم ها در قدم زدن راحت هستند بعضی آدم ها به باخچه حویلیشان در باغچه که پارکی که پیش خانیشان هست در لابلای قدم زدن های خود یک مطالعه میکنن و نظری بر ذهن نشین میشن بعضی آدم ها میرن به گوشه ای که آرام هست در یک اتاقی که آرامی مفرد حاکم هست اونجا میرن مطالعه میکنن و اینا هم ذهن نشین انشالله در برنامه های بعدی صحبت های بیشتر شما را در رابطه با اینکه چگونه ما میتونیم مطالعه خوب مؤثر داشته باشیم تا ذهن نشین شوه ادامه صحبت های تان سلامت باشین استاد از شما هم یک دنیا تشکر میکنم عزیز و مهربان از اینکه بخش های مختلف درمان را به خاطر دیدن انتخاب کردین شما عزیزا هم میتونین که سر بزنین به صفحه فیسبوک برنامه درمان صفحه فیسبوک ما را لایک بکنین و نظریاتتان را با ما شریک بسازین همچنان میتونین که برنامه های مختلف درمان را از طریق چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا دیدن بکنین تا برنامه بعدی و هفته بعد خدا نگهدار